the fact that streets are empty. در اولین ماه سپتامبر تشکیلات Human Rights Watch معروضه ای عبارت از 117 صفحه آید حالت مسلمانان ناحیه مختار شینجان اویغورستانی ترکستان شرقی که در اصطلاح چین قرار دارد نشر نمود. در معروضه تحت سرلوحه ریشکن نمودن مرضهای مفکوروی تعقیب شوی مسلمانان شینجان از طرف حکومت چین حقیقت های دستگیر نمودن عموی خودسرانه شکنجه‌دهی و مناسبت درشت اینچنین نظارت پرای حیات هر روزه مسلمانان ناحیه مختار شینجان اویغورستان آورده شده است. همه حقیقت های در معروضه آورده شده بنابر صحبت بی واسطه با شاهدان خودسری حکومت چین گرفته شده است. در معروضه گفته می شود که 13 میلیون اهالی مسلمانان ترک تبار در ناحیه مختار شینجان اویغورستان با ویران شوی نرمه های بین المللی آید حقوق انسان با راه سیاسی مجبوران تلقین نمودن عقیده، جزادهی عموی، محدود کنی کمونیکاسیه و آزاد گشتن، محدودیت سخت دایر به عمل نمودن به دین و به نظارتی پوره گرفتار می شوند. صوفی ریچاردسون، دیرکتور هیومن رایتس واش در چین می گوید، خودسری حکومت چین در شینجان طول 10 ساله ها می باشد که حدود ندارد. فعال شوی شکنجه ها نسبت مسلمانان ناحیه مختار شینجان اویغورستان در سال 2014 پس از آن که حکومت چین کمپانی پروسعت ضربه شدید را عملی نمود شروع گردید. ولی در آخری سال 2016 پس از آن که کاتبی پارتی کمونیستی چین چن سیانگا از تیبت به شینجان گذرانده شد شدت با تیزی اوج گرفت. از آن دم حالت های دستگیرشوی عموی روز تا روز افزایش می‌یابد. دستگیر شدگان را هم به بازداشتگاه ها و زندان های رسمی و هم نارسمی یعنی به اردوگاهی از نو تربیت دهی سیاسی ارسال کرده می شوند. طبق بهاگذاری های مستقل با اعتماد در اردوگاه های سیاسی تقریبا میلیون نفر انسان ها قرار دارند. در آنجا مسلمانان ترک تبار زبان چینی را از خود می نمایند. به مدهکنی پارتی کمونیستی عادت میکنند و ترتیبات خاصی آنها را میاموزند. کسانی که آموختن نمیخواهند یا اینکه نتیجه های مثبت نشان نمیدهند نسبت آنها جزا تعیین گردیده است. در بیرون اویغوران شینجان به محدودیت های دوچار میشوند که هر آینه حیات اردوگاه از حیات بیرونه آنها از یک دیگر فرق نمیکند. گشت و گذار نمودن با چاره های معمولی با قرارگاه نوبتداری و با مصادره نمودن شناسنامه محدود کرده می شود که بعداً شناسنامه های دستگیر شدگان در اختیار پلیس گذاشته می شود. عین زمان با راه سیاسی مجبوراً تلقین نمودن عقیده روی داده از جمله حتماً در وقت مراسم بلند برداشتن بیرق چین اشتراک کردن و در جمعامت های تربیه سیاسی یا اینکه سیاه نمودن ظهورات ناشایم اینچنین برای آموزش زبان چینی در مکتب شبانه اشتراک نمودن به نظر می رسد. سطح بلند نظارت از بالای دینداری در واقع با منع اسلام در منطقه برابر می باشد. اهالی ناحیه مختار شینجان اویغورستان به نظارت دخالت شونده همه جانبه گرفتار می باشد. حکومت رسانیدن معلومات های پنهانی از جانب همسایگان را هوسمند می نماید و برای تعقیب الکترونی تکنولوژی معاصر پیشرفته را با استفاده بری کدهای QR، معلومات بیومتری، ذهن‌های مصنوعی، برنامه‌های جاسوسی در تلفن‌های موبایلی و برای معلومات‌های بسیار استفاده می‌برد. شماره تعقیب کنندگان از جمله منصبداران و کارمندان حفظ حقوق به میلیون نفر می‌رسد. حتی کوراتوران به کار درآورده شدند که باید شخصانی به آنها وابسته بوده را در جایهای زیست منتظم زیارت نمایند. جالب دقت است که سالهای اخیر حمایتگران حقوق انسان آید حالتهای رویداده استاده در ترکستان شرقی خاموش استادن حکومتهای کشورهای مسلمان نشین بانگ میزنند. غیر از این تشکیلاتهای حمایتگران حقوق انسان حالتهای را قید میکنند که کشورهای بمانند مصر، مالایزیا، ترکیه و پاکستان گریزه های سیاسی اویغوران را به چین بازداد می نمویند.
یعنی کشورهای مسلمان نشین به جای آنکه برادران هم دین خود را که از سبب شکنجه های شدید در کشورهای آنها پناهگاه یافتند به چین بازداد نموده با آن همکاری نمودن را انتخاب می نمایند.